آقا خدمت شما. شما که باز یه قلمش اشتباه کرده؟ من فکرم فقط ارقامو میخوایم. ارقامو نمیخوام، میگم وارد دفتر کنید همش درست باشه. ببخشید همین فایل باز کنم؟ کارتون رو انجام بده. باشه. سلام آقای مصیب. سلام. خیلی خوش اومدید. احوال شما خوب هستی؟ خوب است. به اعتراض دیروز. شما باید هم به اعتراض دیروز باشی. خونه با خود به عقد شسته. باید امروزتون به اعتراض دیروز باشه. آیسان با تشریف دارم؟ بله حسن، منطقه دارن تلفنی با زنم و فرانسه صحبت کنم. شما چند لحظه تشریف داشته باشیم مثلا خدمتتون. بفرمایید. اتفاقا من خودم یه سوالی داشتم توی فرصت ازتون میپرسم. بگو. آقای مصیب، میگن دوتا چیزا نمیشد قایم کرد، یکی عشقا یکی هم نفرتا. شما میخواین چیکار کنی؟ این پسر رو بخشیدین یا میخواین نوکیشو بچین؟ یه آدم پر روی رو بردن جهنم، گفت آتیشش سرده. ما شنیدم هیزمش تر بوده سوال مصیب. نه اونی که گفته هیزمش تره یه آدم قاپش قافه فضوله به چه پر روی مثل تو بوده. تو مگه داروغه ای که میگی بخشیدمش یا نه؟ به کار خودت برس بابا. اما تو خبر کن بگو من باستادم با زبون روزه. ببخشید من نمیخواستم ناراحتتون کنم، عذر میخوام. بفهم تشریف داشته باشه، خودم با دیگه کاری داشتم. چه کاری؟ یه توفس میخوام بدم آقا شاهرخ بیارد خدمتتون. این توفه چیه؟ خانم احمدی لطف بکنیم. فکر کنم تلفنی همون تموم شد. عرض میکنم خدمتتون. عمو جون مهمون دارید، آقای مصیب تشریف آوردن. بفرمایید شما. سلام علیکم. با سلام علیکم جناب مصیب. چه عجب از این برا راگم کردین. بنده متوجه هستم. میبخشید شما بزرگتر مایید. بنده دارم به لقمان حکمت میآموزم. ولی یه مسئله قدیمیه که میگه حتما شنفتین. یه آدم مستو هر چقدر بیشتر زیر بغلشو بگیری بیشتر سیامستی میکنه. حالا اینم حکایت ماست. من از طول و تفصیل بیزارم آقای سماواتی. میخوای بگم چرا؟ میگم زنش است، عقد کردش است، دخترت هم دوستش میداره. حالا من نمیفهمم چطور یهو ناغافلی نظر شما از اعدام و قصاص برگشت به عروسی و یار مبارکوا. نمیفهمم. میخوام همیشه رو ثبت سامون بدم آبد میمیرم. خدا نکنه خدا اون روزو نیاره. ولی حاجی من اینجوری دختر به مهران نمیدم. من همینجوری دختر تو برای مهران میسونم. مرغ ما خونه شماست. یعنی چه؟ من نمیفهمم شما چی میگی. خیلی در گوشی و سر بسته. تا حالا تو زندگیت سرکوفته زن شنفته ای؟ تو زندگیت فکر کرده که یه کاری بکنی کارستون که زنت بگه صد باری کلا؟ زن من حج مریم از من جنم میخواد. مسعود با من حرف میزند. شبا تو سرم قوقاست. زنم میگد مسعودا. میبخشی اینایی مسعود، ولی من فکر میکنم شما باید بریم دکتر. از دست دادن فرزند درد سختی میفهم. یه چیز خدمت شما بگم، من تاوون این جوونو خیلی دادم، خیلی هم دوستش میداشتم. حج بهزاد در جریان کل ماجرا است، ولی به دلیل بعضی مسائل اخلاقی که مهران مرتکب شده من طلاقی دخترمو از مهران میسونم. بس سلام. پس بذار یه چیزم من بگم آقای سماواتی. نمیخواد بگی همه شما هم میدونم. من که حرفامو با شما زدم، حرف دیگه واقعی نمونده. برای جلو انداختن مری که من شب روز دنبالش میدوم، یه نگاه به جفت چشام بکن آبگون نه. آقای ملک منصور نه. حرف آخرته؟ باشه حالا تو نگاه کن. آقای مصیب خواهش میکنم شما شلوارتون چرا دارین در میارین؟ حالا کجاشه دیگه؟ آقای ملک منصور شما یه سن و سالی ازت خواهش میکنم نکنه پیرن تو چرا در میاری؟ آقای مصیب من شما خواهش کردم، اینجا تجارت خونه است، خواهش میکنم نکنید این کار. آقای ملک منصور قباحت داره، شما یه سن و سالی ازت گذشته، از ما بزرگتری، این کارا چی شما میکنی آخه؟ فکری یه افتاری برای من باش. اگه یه نفر بیاد این تو شما رو تو این وضعیت ببینه چه فکری میکنه؟ ها؟ ببخشید حاج آقا، میخواستم نامه رو کارتابل رو میخواستم. شما وقت گی آوردی خانم، بذاریم برای بعد. ببخشید معذرت میخوام. آقای ملک منصور این چه وضعیتی شما وجود آوردید؟ شما آبروی آنو پیش کارمندا دارید میبرید. پاشین لباساتون بپوشین تا من ببینم ظرف این دو سه روزه چه فکری میتونم بکنم. فکر نداره، این پسر دوماد تو بوده است، یه خطایی کرده منم بخشیدمش. من صاف کنم شما کجاشی؟ کاسه داغ درز آشی؟ خیر خوب لباساتون بپوشین تا من ببینم ظرف این دو سه روزه چه خاکی به سرم میریزن. باطل جهان بفهم قبوله؟ لباساتون بپوشین بفرمایید. آقا خدا نگهدار. خدا نگهدار. آی مصیب وقتی تحفه به دستتون میرسه شاید من دیگه اینجا نباشم، اما یادی من باشی، چون فقط من میدونم شما چیکار داری میکنی. بچه اسمم به به آقا گرکانی مشتاقی دار آقا ما مشتاق. خب شیری یارو با ردیفش کردم، فایلم پاک کردم، خلاص شد. آفرین، خوشم اومد. خوشم آقا شما فردا بیا این سی دی از من تحویل بگیر تا نمایش کن. تو رو بخیر، مارم به سلامت. باریکالله باریکالله. منم همه جیک و پوک آیند و روندی که با هم علیه مهران داشتیم از فایل ذهنیم پاک اینجوری با هم بی حساب میشیم. من امشب اصفهانم، فردا اول وقت بهم زنگ بزنم بهت بگم کجا و کی بیای. باشه پس تماس از من. عزت چطوری بچه؟ من برادریمو ثابت کردم تو رام دارم میام اصفهان. ببینم تو چی کار میکنی؟ یه دونه باشی پس من واسه فردا با سماواتی قرار میذارم دیگه. ها؟ صبر کن بابا چه خبرته، تو نرو اول سیدی. شوی به این راحتی هم نیست که تو فکر میکنی، هم یکم وقت لازم داره. من خودم تو رو بزرگ کردم بچه پرو، تو که نمیتونی از من پنالتی بگیری. مهران یه کاری نکن زندگی تو با آتیش بکشم. اینکه نکشیدی فکرشو بکن، یه استادیوم 100,000 نفری بدونن که مهران سارنگ مادرش خونبهاشه. حالا اضافه کن به همه اینا سیدیا و عکسایی که ازت دارم. او ویلا چه شبه. خلاصه مهران رسیدم اصفهان، خوش ندارم زیاد معطل شم، باید زود برگردم کار دارم. ببینم چی کار میکنی. بفرما. خیلی خیلی خوش اومدید. آقا مهران، به خاطر اون مشکلی که براتون پیش اومده بود خدا رو شکر به خوبی و خوشی حل شد. من نمیدونین چقدر خوشحالم. شما لطف دارین خواهم. میتونه جونم خیلی خوشحاله. الهی که به پای هم پیر بشی. به به. آقا مهران، از این برها. سلیمه خانم. بله حاج آقا. یه شربت درست حسابی واسه شازده بیاریم. رو چشم حاج آقا. با اجازهتون اومدم با میترا حرف بزنم. ما امروز بعد از ظهر حرفامونو زدیم. دیگه حرفی باقی نمونده. به خدا منم دوست ندارم 24 ساعت موی دماغتون بشم. میدونم با من مشکل داری. ولی من هنوز قانع نشدم آقای سماواتی. مهران، سلام. سلام. طوری شده؟ طوری نشده میترا خانم. 2 کلمه اختلاط مردونه است. شما بفرمایید. بفرمایید دکتر شما. خب. آقای سماواتی، من ازتون توقع دارم حداقل بابت این 2 سال نون نمکی که با هم خوردیم به من کمک کنید. من دیشب به خاطر مادرم رفتم خونه این پیرمرد خوابیدم. کلی هم با هم حرف زدیم. میگه اگه من تو خونش عروسی بگیرم فرداش مادرم طلاق بده. خب. آقای سماواتی، من خطا کردم قبول. الانم که میبینید به خاک سیاه نشستم. ولی به خدا حق مادرم نیست چوب اشتباهات منو بخوره. شما بزرگی کنین، اجازه بدین این عروسی اینطوری که این آقا میگه برگزار بشه. من فرداش هر کاری شما بگین چشم بسته قبول میکنم. ببینید آقای سارنگ، مادر شما پیش از همه این اتفاقات به گردن شما خیلی حق داشت. الانم که جون تو بهش مدیون. ولی دختری من چرا باید تاوان این قضیه رو بده؟ از کجا معلوم که این پیرمرد بهونه یه دیگه ای نیاره؟ در ضمن چه تضمینی هست که شما دب به در نگیرید؟ به موی مادرم قسم هر کاری بگید میکنم. به شرفم مهران، از چیزی که نداری مایه نذار. شما اگه معنی شرف رو میفهمیدی با حیثیت و آبروی من و دخترم بازی نمیکردی. تشریف ببرید. مادرتون منتظرم، نگران میشم. چطور میخواستی بشه؟ نمیبینی چطور واسه که تو را دستنم دارم بهش التماس میکنم؟ مهران، ما باید صبور باشیم. بابا من این روزا اصلا حالش خوب نیست. خدا رو چه دیدی؟ شاید چند روز دیگه دست از این لجبازیاش برداره. میترا؟ مهران همینجا باش، معلوم میان باشه. همینجا بمونیم. شما این جایی؟ بفهمید بعد از شهر ببرین خدمت حاج آقا، شاید یکم آتیششون فروکش کنه. وا اشتباه بود. یعنی شو شده دوباره؟ از نظر بنده ممکنه. شما هم اصرار می‌کنید. بله ماما. چرا نمیای بالا؟ دارم میام. سلام دخترم. همین؟ تو کجای؟ داشتم تو رو میگرفتم. من دیر نکردم. طوری شده؟ اسمم میپرسی؟ خبر نداری؟ نه نمیدونم چطور شده. حمید میگه قول ندادی به من کمک کنی تا این گرکانی رو بشونم سری جاش. خب این چه کاری بود کردی؟ خب مگه غیر از این کردم؟ چی طور شده؟ خب بگو. منم که بچم، تو هم که اصلا سیدیا بر نداشتی. سیدی گم شده؟ خب مگه ازش یه بکاپ رو کامپیوترتون نیست؟ بله بود، ولی یه آدمی خبره اومده به کل حذفش کرده. بابا دوباره من این کار کردم ها؟ میدونم به من اعتماد ندارید، ولی حداقل به عقلتون رجوع کنین ببینین این دفعه من میتونم این کارو کرده باشم یا نه. دیشب داشتین بکاپ میگرفتین، من داشتم از خونه دور میرفتم بیرون. چطور میتونه کاری من باشه؟ ببینین کی اومد از تو اتاقتون و کی است که دلش نمیخواد این سیدی دست گرکانی بیفتد. حمید به گرکانی زمین بزن و قرارتو بنداز بره من تا من میبینم چه خاکی به سرام شده است. میرین سراغ مهران؟ دیدین گفتم اون مدارک واقعیه. اگه ساختگی بود مهران انقدر از گرکانی نمیترسید، به خاطرش دست به دوزی نمیزد. الو سلام ماما، مهران خونه است؟ ماما نظرت بره بیرون تا من بیام. حمید آقا خبری شده؟ نه چیزی نیست، بفرما شما. سلام، من ایجری کل فوتبال ایران. احوال شما؟ سلام و درد بی درمون. مردی که تو فکر کردی با یه بچه طرفی که تازه هم مدرسه در اومده و با حق باقالیلی میتونی خرش کنی؟ یعنی چرا گرکانی؟ نمیفهمم طوری شده؟ الان بهت میگم واسه چی زنگ زدی تا دوزاریت بیفته آقای زرنگ. چرا تیکه میندازی آقای گرکانی؟ من زنگ زدم بگم اگه ممکنه که بگوی یه کاری واسم پیش اومده است، اگه میشه قراره یکم عقب بندازیم. پس ظاهرا شما از من یخته زرنگ تری نه؟ بچه من خیلی چیزا هستم که تو اون دخترمو یه مارپلت هنو نمیدونی. سیدیتون گم شده ها؟ شاید هم در دسترس نمیباشه، شاید هم اصلا در شبکه موجود نمیباشه. خیالی نیست، یه خط دیگه گیرش آوردم. تو هم حساب کار دستت باشه تا به وقتش پتوهاتو جلو همو جونت بریزم روها. آقای زرنگ برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. خداحافظ. سلیمه، سلمه خانم. بله حمید آقا. فرم بگه ما رو ندیدین حلالمون. با دافز سلام. کجا بیام؟ دیوونه شدی به کی بگم مثلا؟ نه با خیالت راحت. خیلی خوب یه جو پیدا شد. باش تا نیم ساعت دیگه. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم دزدا بگیرم. تو خبرش کردی؟ نه، این منو خبر کرد. کاش یه جو از غیرت و مردونگی این تو وجود تو بود. اگه سیلی رو زودتر میزدم شاید این مصیبت ها سرمون نمیومد. اما فکر میکردم بزرگ شدی. نجات مادرم هر کاری میکنم. مادرت؟ چی فکر کرده؟ که من یه دختری ساده باشه هرستانیزم و هرچی بتون بگوید باورم کنم؟ 2 سال از زندگی منو با همین دروغ و دونگان حرومی خودت کرده. توی این مدت هر کی میخواست از گل نازک‌تر بهت بگید من باشید در میدم. عکساتو نشون دادم گفتم دروغ است. خود مجرده لورم گفتم دروغ است. و وقتی مادرت مایه میزنی؟ مادرت هم تو رو خوب شناخته است. میترا به مرگ خودم دارم. دهنتو ببند. دهنتو ببند که جز دروغ هیچ چیزش نشنیدم. من به دروغ نگفتم. گفتی از همه بیشتر به من دروغ گفتی. برای که اینقدر دوستت می‌داشتم مهران. من بهت راستش نگفتم چون دلم نمی‌خواست تو دردسر بیفتی. وگرنه من که تا دم مرگ رفتم و برگشتم چه فرقی واسم می‌کنه؟ می‌خوای واقعیت رو بدونی؟ میخوای بدونی؟ تمام اون عکس‌ها و خونه مجردی و مدارک و همش مال قبل آشنایی من با تو بود. آره برو اینا رو به اون دختر بچه 15-16 ساله بگو که هر مزخرفی هست و باور میکنه. من آدم هرزه‌ای نیستم. اون موقعش هم نبودم. افتادم تو دام این مردی که اونم منو دنبال خودش کشوند. من یه حرفا حالیم نمیشه. سیدی رو واسه چی دزدیدی؟ بکابش رو چرا پاک کردی ها؟ چون دستت با گر کنی تو یک کاسه. دستم باش توی کاسه هست؟ نمیبینی منو به خاک سیاه نشونده؟ فکر میکنی واسه این کاری داره یه روز که تو تجارت خونه میاد بیرون اسید بپاشه رو صورته؟ یا بزنه اتفاقی مادر منو سیر کنه؟ بعدش هم اینو گیر انداختی با بقیه‌شو میخوای چیکار کنی؟ نکنه فکر کردی با گیر انداختن گرکانی همه مشکلات حل میشه؟ آره؟ مشکلی من حل میشه. اگه گرکانی نبود این همه اتفاقات پیش نمیومد. مادرت به این بدبختی نمیافتاد. منو تا حالا سر خونه زندگی خودمون بودی. منو تا هنوزم میتونی با هم زندگی کنی. تو دیگه نیستی. تو مردی مهران. باشه من مردم. مادرم که هنوز نمرده. حداقل به خاطر اون. چیکار کنم؟ لباس عروس بپوشم و با توی که دیگه نمیشناسم به سر سفره عقد بشینم؟ چند تا آدمی از آن درست هم. الو سلام حاج بهزاد. کجاین شما؟ گوش کن ببین چی میگم بابا. سلام بر فوتبالیست ناکام. پارسال دوست امسال چی؟ آشنا. سیدی آوردی؟ سیدی رو هم آوردم. نه ترکیه بخ. نه ترس. من حالا جا دارم واسه گنده تر شدن. به چه گفته بودم من باید صاحب یکی از اون باشگاه‌های اروپایی بشم. ببینم مهران جون، مگه من چیم از اون یارو روسه صاحب چلسی یا اون عربه که منچستر سیتی رو خرید کمتره ها؟ تو که یه دونه ای کار واسه تو نشد نداره. داره؟ معلومه که نداره. من اگه بخوام میتونم تو رو سسوده بکنم. همون مهران سارنگ که 100,000 نفر تو استادیوم به پات پا میشدن و تو دست کون نمیدادی نمیشستن. نه خوشم اومد. مثل اینکه زندان حسابی چش گوشتو وا کرده. ببین مهران جون، مهم اینه که آدم به هر چی که دلش میخواد برسه. حالا شو در راه درست و ثواب، نشو در راه غلط و ناثواب. من وقتی چیزی رو بخوام طلبش بشم دیگه هیچی جلو دارم نیست. آره دیگه، حالا این وسط یه عده‌ام فنا شدن. خیالی که نیست. هست. نه که نیست. قربون اون هیکل تو افتت برم. برای به دست آوردن هر چیزی باز هزینه‌شو بدی. این چیزایی هم که تو داری میگی همش هزینه است. ولی همیشه هم شدنی نیست. معلومه که میشه. اگه من بخوام میشه. من اگه بخوام یه تیم ببازه و یه تیم 10 تا گل بخوره باید بشه. اول داور رو میبینم. اگه نشد باز فوش بخوره دیگه. بعد بازیکن رو میپزم. اگه گوشتش نپز بود باز خوش کرد. بعد میرم سراغ سرپرست و مدیر عامل. اگه نشد و تن ندادم باز بیاورشون کرد. با 4 تا آتو و 2 تا سندسازی هیچی. میشینن کنج خونه‌شون و منشوری میشن. اون وقت حساب کار دستشون میاد که وقتی گرکانی یه چیزی میگه باید بگن چشم. وگرنه بعد جوری تو میدن. یعنی من دارم این همه بدبختی میکشم سر اینکه بهت نگفتم چشم. باریکلا. وقتی بهت میگم زندان بهت ساخته و چش گوشتو وا کرده نگونه. تو هنوز خیلی زوده منو بشناسی بچه. چطور؟ تو فکر میکنی گودرز اون دلال اصفهانیه از طرف کی بود؟ فکر میکنی وقتی برای 2-3 ساعت اسمت از لیست هک شد کار کی بود؟ کی زد تو سر مال تا اون باشگاه اصفهانیه باد نبنده؟ کی داد تو زندان یه گوشمالی درست حسابی بهت بدن؟ کی به خاطر چکی که از اون پهلوون اصفهانیه خوردم تو این خونه خرابه داد له و لوردش کرد؟ من برای به دست آوردن چیزی که میخوام همه چی رو فدا میکنم مهران. ولی گمونم این بار نوبت خودت سویل جون. سلام بر فوتبالیست ناکام. آخ دوست امسال چی؟ آشنا. نه این مارمولک میخوای منو دور بزنی؟ میکشمت. جا، تازه اومده ایم. نامردا، منو دوره کردین گیرم بندازین. یادت نرفته که چه بلایی سرت آوردم پهلوون؟ بنازم این دنیا رو. کی دارم مردونگی حرف میزنه؟ حالا بهت نشون میدم. دیس، بندازه. آقای سعید گرکانی؟ من حکمی بازداشتی شما رو دارم. شما باید با ما بیان کلان دارید. بفرمایید. فکر کردی چون زنی هیچکی چی بهت نمیگه؟ ازت شکایت میکنم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. سلام حاج آقا. علیکم سلام. شما از کجا خبردار شدی؟ طوری نی. طوری نشو. دم شما گرم. نگفتم همه چیزو بهش بگو؟ نگفتی. درست میشه خانم، سخت نگیری. دست شما درد نکنه. من به قولی که داده بودم عمل کردم. ببینم تو چی کار میکنی. فقط به خاطر مادرت. فقط به خاطر مادرت.